بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با سلام محضر دوستان عزیزان، هموطنان و مشتاقان مکتب مولانا و ساده نشینان آفتاب، در نخستین و دقایق آغازین سخن باید یادی کنم از سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام که در شب تاسوعای ایشان قرار داریم. برای ما ایرانیان و شیعیان این شخصیت بزرگ و مفخر تاریخ بشریت به حمد الله شناخته تر از آن است که حاجت به اعاده ذکر باشد، اما چون با نام اولیاء خداوند مجلس معطر می شود، شایسته دیدم که نام اون عزیز رو که از اولیاء عظیم خداوند است ببرن و خاطر خود رو و ذهن خود رو با یاد او مشغول بداریم و بدانیم که اگر قافله بشریت تا به اینجا رسیده و از رشدی و کمال نسبی برخوردار شده، وامدار جانفشانی ها و فداکاری ها و کرامت های این عزیزانی است که روحی سبک داشتند و آماده پرواز بودند و برای آرمان خود و برای محبوب خود جانشون رو فدا کردند و نام بلندی از خود به یادگار گذاشتند و الگویی شدند برای همه کسانی که میخواهند راه سلوک معنوی رو بپیمایند و از فدا کردن جان و مال و همه تعلقات ابایی و دریغی ندارند. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، شوق ما را تا مزار او رسان. اما بازگردیم به سخن خودمان در باب شمس و پرورده دست او و مکتب او، یعنی جلال الدین بلخی رومی و آموزه هایی که برای ما به جا نهادند. چنان که نوبت پیشین هم گفتم، خدا به ما توفیق داده است و بخت ما یاری کرده است که این چهار شب رو دست کم در کنار آفتاب به سر ببریم و دقایق خود رو با هم نشینی و مصاحبت این بنده عزیز خداوند روشن کنیم و از دست او پیمانه های باده های معنوی و روحانی بگیریم و جانمون رو بهره‌مند سازیم. امروز که با خودم فکر می کردم، دیدم که مولانا نه تنها در باب این که غلام آفتاب است و غلام قمر است سخن گفته است چنان که آوردم، بلکه در نسبت با آفتاب سخنهایی بسی بیش از آن دارد. حتی مقایسه‌ای میان مولوی و حافظ به ذهن من رسید که با شما در میان می‌گذارم. مولانا در داستانی که از بیماری ذکر می‌کند که پیامبر به عیادت او آمده بود، در آنجا همه عشق خود رو به پیامبر اسلام بیرون می‌ریزد. شما باید اون داستان بلال رو بخوانید تا ببینید که میزان ارادتی که این مرد به پیامبر بزرگوار اسلام داشته است چه بوده است و چگونه در مقابل او زانو می زده و اظهار خضوع و کوچکی می کرده است. و در عالم سلوک حق هم همین است. شما تا در مقابل یک بزرگی زانو نزنید و از عنایات او بهره نگیرید، راه به جایی نمی برید و در بیابان فنا حیران خواهید شد. آنگاه در باره اون بیمار که از فرط بختیاری پیامبر به عیادت او رفته بود میگوید که گفت: خود چون باشد اون شوریده خواب که درآید در دهانش آفتاب. میگوید که گویی در دهان این مرد آفتاب طلوع کرده بود. در خواب میدید که آفتابی به سراغ او آمده و از دهان او نور به بیرون می جهد.
مقایسه می کردم این رو با حافظ که در اون غزل زیبای خود که یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از دم ساقی شرابم در مذاق افتاده بود، در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر عافیت را با نظر بازی فراق افتاده بود، تا این بیت که ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی در وثاق افتاده بود. ای معبر بیا و بشنو که من خوابی دیدم و اون که دیدم آفتاب در اتاق من طلوع کرد. تفاوت این دوتا رو ببینید، یکی آفتاب در اتاقش طلوع میکند، دیگری آفتاب در دهانش طلوع میکند. در حقیقت آفتاب خار میشود، نور خار میشود، به تعبیری و بیانی که دیشب برای شما گفتم. و در اثر این آفتاب خاری و نور خاری اون چرا هم که میگوید از جنس نور است، از جنس خورشید است، روشنگر است و برای آیندگان سراسر گرمی و روشنایی است. ما هم که خواسته ایم که در محضر آفتاب و در مکتب آفتاب بنشینیم، در حقیقت نور خاری رو پیشه کرده ایم و با خود اندیشیده ایم که اگر غذایی در خور روح آدمی باشد اون غذاست، بقیه غذاها پردهی و پوششی بر غذای حقیقی و معنوی هستند. آدمی گمان می کند که خود رو با غذاهای زمینی سیر می کند، اما گرسنگی روح او بر جا و برقرار می ماند تا لقمه ای از دست ولی بگیرد و نوری بخورد و آنگاه ببیند که تفاوت از کجا تا به کجاست. سپرده بودم که این جلسات رو با موسیقی آغاز کنند. نمیدانم که چنین کردند یا نکردند. اگر کرده اند که خب، اگر نکردند امیدوارم که نوبت‌های بعد بکنند. چرا؟ برای اینکه همه سخن مولانا رو به زبان نمیتوان گفت. پاره از اون رو با موسیقی باید گفت و از زبان تار و چنگ باید شنید. این یکی از میراث‌هایی بود که مولانا از شمس برد. برای شما گفتم که مولانا پس از دیدار با شمس عوض شد و تحول عظیمی در روان او و در رفتار او پدید آمد، همچنین در گفتار او. همه چیز حکایت از آن می‌کرد که یک زیر و رو شدن همه جانبه در او اتفاق افتاده است. حتی نوع لباس پوشیدنش رو هم عوض کرد و اون دستار پیشینی که به شیوه عالمان و فقیهان می پوشید کنار گذاشت و پوشش تازه‌ای اختیار کرد. یکی از تفاوت‌ها و تحول‌های بزرگ که در او رخ داد این بود که به موسیقی و سماع رو آورد. کسی که تا قبل از آن فقیهی بود که سنگین و موقر در گوشه می نشست و اجازه تجاوز از حدود به کسی نمی داد، حالا چنان شده بود که دمی بی موسیقی نمی توانست به سر بیاورد و حتی در احوال او نوشتند که وقتی بود که در سماع بود و با ملازمان و همراهان و همدلان خود می رقصید و آواز می خواند و به موسیقی گوش می داد، حریفان در رسیدند و شاید هم از راه طعنه به او گفتند که وقت نماز شده است یا وقت نماز می گذرد و مولانا هم در جواب آنها گفت ما در نمازیم. چنین بود که عبادتی رو او پدید آورد و بدعتی که بدعت ممدوحی بود به جا نهاد و طریقه‌ای رو در صوفیه پدید آورد که برخلاف طریقه‌های پیشین از طریق سماع می‌کوشیدند تا آواز خداوند رو بشنوند. این غریب نیست، ما از شکسپیر خوانده‌ایم که می‌گفتش که music is food of love، موسیقی غذای عشق است، و همین سخن را از مولانا قبل از او خوانده ایم و شنیده ایم که پس غذای عاشقان آمد سماع که در او باشد خیال اجتماع. می گفت که در اثر موسیقی خیال اجتماع یعنی هوس اتحاد با محبوب در آدمی پدید می آید و می جنبد و شخص رو برای پیوستن با محبوب آماده تر می کند. این سخن فقط از مولانا نیست، شما در حافظ هم که یک قرن پس از مولانا میزیست میبینید که همین نکته رو
به وضوح برای ما میگوید که اول به بانگ چنگ و نی آرد به دل پیغام وی، آنگه به یک پیمانه می با من هواداری کند. از طریق چنگ و نی پیغام او رو به گوش من بیاورند، گویی که سخنی دارد محبوب، بانگی دارد که فقط از طریق این آلات موسیقی نواخته می شود و به گوش ها می رسد. زبان آدمیان الکن است از آن که اون پیام والا رو حمل کند و در گوش ما بنشاند. رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. رازها رو با زبان عادی نمی توان گفت، با زبان موسیقی می توان گفت. رباب و چنگ اون اسرار رو در گوش ما می خوانند، اما زبان فارسی یا عربی یا چینی یا انگلیسی از گفتن آن و حمل آن عاجزند. به همین سبب هم بود چنان که گفتم مولانا که خود موسیقی شناس بود، حتی دستور داد که آلت موسیقی تازه‌ای بسازند، تصرفی در ساختار رباب کرد که چیزی شبیه کمانچه بود و گفت که اون رو بنوازند و در مجالس او همیشه نوازندگان حاضر بودند و بدون نواختن موسیقی مجلس او برپا نمی شد و ادامه نمی یافت و خاتمه نمی یافت. حتی این مرد در اثر نوع تغذیه سبکی که داشت بسیار سبک بود و سنگینی پرخاری با او نبود، ولذا در مقام سماع از دیگران چالاکتر بود. می شد که مدتها نوازندگان بنوازند و دیگر رقصندگان و سماع کنان خسته بشوند، اما مولانا خسته نمی شد و همچنان می چرخید و می چرخید و می چرخید و خدا می داند که در اون احوال بر او چه می بارید و چه دریافت می کرد که پس از آن نطقش باز می شد و کمی از بسیار رو و اندکی از خروار رو در اختیار ما قرار می داد که اکنون با ماست. و همین سبب برای تلطیف و برای مقدمه و برای همنشینی با مولانا و برای همنوایی با او و برای ورود در عالم او و در مقام جستن مدخلی برای رفتن به دنیای او، قطعا نشستن با و شنیدن موسیقی و خاطر رو خوش کردن از طریق شنیدن آوای عشق و آوای خدایان که موسیقی باشد شرط است که مجالس رو اونچنان آغاز کنیم. حالا که این به اینجا رسید، این دو بیت بسیار لطیف رو هم از مولانا برای شما بخوانم که فوق العاده است. میگوید که چنگ را در عشق او از بهران آموختم، کس نداند حالت من، ناله من او کند. شیر آهو می دراند، شیر ما بس نادر است، نقش آهو را بگیرد، در دمد آهو کند. یک دریا معنا در این دو بیت است. میگه اولا من به سراغ موسیقی رفتم برای اینکه تشخیص دادم که هیچ کسی نمیتواند حرف من رو بزند مگر چنگ. چنگ از هر کس به دیگری بهتر، حتی از خود من بهتر میتواند پیام من رو منتقل کند. چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم، کس نداند حالت من، ناله من او کند. او به جای من میتواند حرف من رو بزند و به گوش شما برسه و به همین سبب من رفتم و موسیقی آموختم و توانستم که از طریق این حالت موسیقی با شما سخن بگویم. و بعد نکته دوم که میتوان گفت هم شرح احوال و رفتار شمس است و هم خداوند شمس، میگوید که شیر آهو میدراند. همه ما شنیده ایم که شیر وقتی به آهو میرسد آهو رو پاره پاره میکند، جان او رو میستاند، او رو نابود میکند، از میان بر میدارد. ولی شیر ما بس نادر است، شیر ما با همه فرق داره، خیلی عجیبه، یگانه است. نقش آهو را بگیرد، در دمد آهو کند. به عکس اونهاست، قالب آهو رو میگیره، در او میدمد، او رو بدل به یک آهو میکند. به جای اینکه جان او رو بگیرد به او جان میدهد و این همون جان بخشی عشق است که از طریق معشوق به عاشق منتقل می شود و حیات دوباره است که عاشق در مقابله با معشوق پیدا می کند و انسان دیگری می شود. و چنان که برای شما گفتم، این همان تجربه عظیمی بود که خود مولانا کرد و توانست به دست شمس دوباره زنده شود، حیات تازه‌ای پیدا کند و مثل آهوی در مقابل شیر قرار بگیرد، ابتدا خود رو ببازد، خشک بشود، فلج بشود، ولی اونگاه شیر از سر شفقت و عطوفت به او رو بیاورد و در او بدمد و در اثر اون نفحه های معشوقانه
او رو دوباره زنده کند، حیات عاشقانه مجددی ببخشد و او رو یک شیر دیگری بکند که او برود آهوان دیگر رو بگیرد و به اونها جان مجدد ببخشد الی زمان ناهازا. قصه شیر و آهو بارها در مثنوی و در دیوان شمس تکرار شده است. این شیر و آهو همون شمس و مولانا بودند. بارها سخن از این رفته است که پیش شیری آهوی مدهوش شد. هستیش در هست او روپوش شد. ابتدا این مثال رو میزند که چگونه آهو در مقابل شیر هیچ میشود. نیست میشود. خود رو میبازد. و به جای وجود او وجود شیر می نشیند. همه چیز او در شیر ذوب می شود، حل می شود. از آهو چیزی به جا باقی نمی ماند. اما این در مورد شیرها و آهوهای حیوانی است. اما وقتی که عاشقی در مقابل معشوقی می نشیند، ابتدا مثل اون آهو خود رو می بازد. اما وقتی که اون معشوق، اون شیر به او رو می آورد، او رو از خودباختگی، از نفی، از نابودی بیرون می آورد و به او حیات مجدد می بخشد. این تمثیل شیر و آهو که بارها در مثنوی و در دیوان شمس تکرار می شود، یکی از آنها همین بیت که خواندم: شیر آهو می دراند، شیر ما بس نادر است، نقش آهو را بگیرد، در دمد آهو کند. این شیر و آهو مثال بسیار گویایی است از این دو شخصیت عظیم و عجیب و نادر در تاریخ بشریت و تاریخ تمدن ایرانی و اسلامی. مولانا در ابتدای برخورد با شمس همون آهو بود، همون آهوی نازک، همون آهوی متنعم، همون آهویی که کامیاب و کامروا بود و در تنعم و ناز زندگی میکرد، سختی نکشیده بود، ریاضت ندیده بود، اهل قربانی کردن نبود، اهل فدا کردن نبود، هیچ یک از این عوالم رو ندیده بود و نیازموده بود و جهان برای او یک چراگاه بود که در این چراگاه بچرد تا عمر او به پایان برسد. اما همین که به شیر رسید، بدل به یک شیر دیگر شد. از فرط مهابتی که شیر داشت، ابتدا خود رو در باخت و سپس خود رو باز یافت و چنان که گفتم بدل به اسدالله شد، شیر دیگری شد، یا بدل به یک خورشید شد. یعنی وقتی که شمس مولانا رو در فراق خود گذاشت، تئوری ها در این باب داده اند که چرا شمس مولوی رو رها کرد و رفت. مولوی که چنان وابستگی به این فرد پیدا کرده بود که در نامه‌ای که به یکی از حکام زمانه خود نوشته است، نام نمی برد ولی می گوید که من بدون این شخص زندگی نمی توانم بکنم. یک چنین اتکای روحی به او پیدا کرده بود. شاید خود فراق شمس هم معنایی داشت، میخواست او رو از این وابستگی نجات بدهد، به او استقلال شخصیت ببخشد. میخواست او همیشه مثل یک ماهی نباشد که دنبال خورشیدی روان شود، بلکه به نوبه خود و برای خود و بر پای خود خورشیدی بشود و دیگران اقمار وجود او بشود. و همین طور هم شد. یعنی پس از مدتها به تعبیر امروزی ها مولوی این شمس رو درونی کرد. شمس در درون او، در باطن او نشست و به جای اینکه در بیرون او باشد، در درون او قرار گرفت و خود او بدل به یک شمس دیگر شد. و در حقیقت درس شاگرد پروری همین است. اگر معلمی بخواهد که یک شاگرد همیشه شاگرد او بماند، او معلم خوبی نیست. معلم خوب آن است که یک شاگرد رو دست کم به رتبه خود برساند، به طوری که او مستقل از معلم بشود، او بتواند بر پای خود بایستد. یک طبیب خوب اون نیست که بیمار خود رو همیشه بیمار نگه دارد، آن است که به بیمار سلامت ببخشد، به طوری که بلکه تبابت ببخشد، به طوری که از اون پس او بتواند دست بیماران دیگر رو بگیرد و اونها رو علاج کند. این رشته وابستگی رو قطع کردن همان است که در فراق اتفاق می افتد. مادامی که وصال هست، یکی مجذوب در دیگری و ذوب در دیگری است. اما همین که فراق در میان آمد، برکات برای خود دارد. یکی از آن برکات و جدایی این است که به عاشق یا به شاگرد یا به بیمار استقلال می بخشد و او رو روانه می کند تا خود رو باز یابد و معلم رو در خود بنشاند و برای خود معلم تازه‌ای شود. در حکایاتی که از مولانا نقل شده است و احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین آورده است، میگوید که
چندی از ما در محضر مولانا نشسته بودیم، مولوی نشسته بود و پای خود رو در جوی آبی دراز کرده بود و سخنان مختلف می‌رفت که ذکری از شمس الدین به میان آمد. یکی از مریدان مولانا گفت حیف حیف. مولانا با عتاب و خشم به سوی او برگشت و گفت چرا گفتی حیف؟ حیف در میان ما چه کار دارد؟ کاش برای چه بر زبان ما برود؟ مولوی یکی از کسانی بود که در تمام عمر خودش یک بار حیف نگفت، یک بار پشیمانی بر او عارض نشد و این از نکاتی است که در آثار خودش آورده از خوب. فرخون ترکی که اسپیزه نهد، اسب خود در خندق آتش جهتگر، پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. میگوید پشیمانی به سبب کندروی است، به سبب این است که سرعت شما کم است، لذا در هر قدم دچار تردید میشوید و دچار ندامت و پشیمانی که بروم نروم، تا اینجا که آمده ام خوب آمده ام خوب نیامده ام. اگر کسی هم چیزی در گوش شما بخواند ممکنه شما رو سرد کنه، شما رو از ادامه راه پشیمان کنه، اما برای کسی که پوینده‌ای که گرم رو است با سرعت بسیار حرکت میکنه مجال گوش دادن به این افسونها نیست، سرد هم نمیشود و گرد پشیمانی هم بر دامن او نمینشیند. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی شما رو گرم در حرکت میبیند پشیمانی اصلا سبز نمیشود، نمیروید از عدم، پدید نمیآید، دامن شما رو نمیگیرد. مولانا برگشت و به اون مرید گفت که حیف در میان ما چه کار دارد؟ چرا گفتی حیف؟ او هم از سر تعظیم و تواضع گفت که برای اینکه ما یک چنان عزیزی رو از دست دادیم و امروز در خدمت او نیستیم. مولانا همین که این سخن رو شنید قدری تأمل کرد و به او گفت که اگر او رو از دست دادی ولی امروز در کنار کسی نشسته ای که 100,000 شمس تبریز از بن هر موی او آویزان است. این سخن که به سبک شمس تبریز گفته شده بود، چون شمس تبریز خودش میگفت سخن من همه بر وجه کبریا می آید، یعنی من از یک مقام رفیعی در عالم نظر می کنم و سخن می گویم. شمس تبریز همیشه میگفت که من به سراغ هر کسی نمی روم، من شیخ گیرم، اونگاه چه شیخ؟ یعنی شکار من به تعبیر مولانا بزهای لاغر نیستم. ما نزان محتشمانیم که ساغر گیرن و نزان مفلسکان که بز لاغر گیرن. ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز آب حیوان بنهند و پی آذر گیرند. بز لاغر نمیگیریم، شکار ما شکارهای فربه هست. شمس تبریز چنین شخصیتی داشت، سراغ بزرگان شیخها و پیرها میرفت، نه کودکان و نوجوانان و جوجگان. به همین سبب هم سراغ مولانا آمده بود. مولانا هم یک چنان خصلت کبریایی پیدا کرده بود و می گفت که اگر به حضور شمس نرسیدی، اکنون در کنار کسی نشسته ای که از بن هر موی او 100,000 شمس تبریز آونگان است. خب این حالت که پشیمانی در او نبود و خود بدل به یک شمس و بلکه 100,000 شمس شده بود، از این سخنان مولانا پاک آشکار است. 14 سال طول کشید پس از فراق شمس که مولوی به سرودن مثنوی آغاز کرد. از وقتی که شمس مولانا رو ترک گفت تا وقتی که مولانا به طلب و به خواهش یکی از شاگردان خودش حسام الدین به سرودن مثنوی آغاز کرد، 14 سال تقریبا فاصله بود. در این 14 سال بر مولوی احوالی رفت، تحول‌ها در جان او پدید آمد. ما به درستی نمی‌دانیم که در این دریای وجود او چه تمبوج‌ها صورت گرفت، اما گوهرها که بیرون ریخت، که مثنوی باشد که دیوان کبیر باشد، می‌توانیم قدری حدس بزنیم که در اون کارخانه الهی و روحانی چه جوششی برقرار بوده است و چه تحرکاتی صورت می‌گرفته است که این گوهرها از صدف بیرون آمده‌اند و به صورت کلام بر صفحه کاغذ نشستند. باری همه اینها برای این بود که وقتی که انسان در نزد این بزرگان یا در مکتب این دو آفتاب صفت می نشیند، با خود باشد و بداند که در کجا نشسته است.
مولانا این رو همیشه به ما توصیه میکرد، شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. اگر پادشاه اومد دو زانو رو زمین کنار تو نشست، یه وقت اشتباه نکنی، یه وقتی خیال غلط نکنی، گمان نکنی که تو هم پادشاهی و در رتبه او هستی. شاه شاه هست و بنده بنده است. شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. حواست کم باشه، مؤدب بنشین و بدان که در محضر کی هستی. قرض که شاهان زمینی نیست، شاهان آسمانی است. کجا ایده شهیدان خدایی، اون شاهان رو میگوید. شاهان آسمانی وقتی که گفتون به صاحب دل رسی، خاموش نشین. اندرون حلقه مکن خود را نگین، ور بگویی شکل استفسار گو. با شهنشاهان تو مسکینوار گو. اگر صاحب دلی با تو نشست، حرف نزن، فقط گوش بده. انستو را گوش کن، خاموش باش. چون زبان حق نگشتی، گوش باش. گوشت اونجا باید به کار باشه. اگرم خواستی حرف بزنی، فقط سوال کن. با شهنشاه ور بگویی شکل استفسار گو. با شهنشاهان تو مسکینوار گو. مسکینوار سخن خودت رو با اونها در میان بگذار. این معنای تکبر نیست، این معنای نخوت و رعونت نیست، این به این معنا نیست که کسی خودش رو بالا میگیره و از دیگران تعظیم و تکریم طلب میکند. این به معنای شناختن رفعت سخن است، شناختن ارج حقیقت است، که وقتی حقیقتی عریان با شما در میان نهاده میشود، وقتی که در محضر بزرگی مثل مولانا مینشینید، بدانید که در کجا نشسته اید. وقتی کتاب او رو در دست میگیرید، بدانید که کتاب چه کسی رو در دست گرفتید، چه کسی با شما داره سخن میگه. سخنان سرسری نیست و حرفها از یک منبع و مخزن بسیار متعالی برمیخیزد. اگر هم متهم میکنید، خودتون رو متهم کنید، نه او رو. عیب رو بر فهم خودتون بنهید در درجه اول، نه بر گفتار گوینده. نمیگویم که این عزیزان معصوم بودن، هاشا و کلا، بندگان جائز الخطای خداوند بودن، ولی معنای این سخن این نیست که اگر کسی معصوم نبود، حرفش در اعداد حرف دیگران است. میتواند از رفعت و ارتفاع خیلی بلندی برخوردار باشد. و چنان که دیشب هم گفتم، بخت ما بوده است که اینها به زبان فارسی سخن گفتن، در خاک ایران و در بستر زبان فارسی متولد شدن و ما بی حجاب و بی واسطه می توانیم با اونها ارتباط حاصل کنیم. و بسیار دریغ است اگر کسانی خودشون را از این گنج شایگان رایگان محروم کنند و در کنار آب بنشینند اما از تشنگی خدای ناکرده بمیرند. مولانا خودش مثال میزنه، میگه کسی خفته بود و در خواب تشنه بود، در کنار یه رودی خفته بود و آرزوی یک قطره آب داشت. مولوی میگوید که فاصله او با آب بیدار شدن بود، کافی بود بیدار بشه ببینه در کنار یک دریا آبه. تمام فاصله ما با این بزرگان، این اقیانوسی که اینجاست، بیدار شدن است. کافیست آدمی بیدار بشود، چشمش باز بشود، بفهمد که در چه جغرافیایی، در کنار چه اقیانوسی زندگی میکند، که دریاها میتواند بنوشد و آتش خودش رو سیراب بکنه. همین بیداری فقط. شیخ عطار مثالی میزنه، میگوید که پادشاهی بود، خوابیده بود، در خواب دید که غلامی است، غلام زحمت کشی است و یه ارباب سختگیر تازیانه به دستی او رو به کار گرفته و بار زیاد بر دوش او نهاده. آرزو میکرد در خواب که از دست این ارباب رهایی پیدا کند. میگوید که فاصله او با پادشاهی بیداری بود، کافی بود بیدار بشه ببینه پادشاه نوکر نیست، غلام نیست، زحمتکش نیست، کسی نمیتونه به حضور بگه، تازیانه بزنه. آدم وقتی که خوابه، خیلی چیزها معکوس میشه، خیلی چیزها از نگاه او دور میماند، ولی فاصله او با واقعیت همین بیدار شدن است. همین که بیدار بشوید، میبینید که در چه فضایی شما زندگی میکنید. در خواب خشکسالی میبینید، با بیدار شدن ببینید همه جا مرغزار و سبززار و پر از میوه است. و اونجاست که آرزو میکنید که دیگه هرگز به خواب نرید و خداوند اون بیداری رو برای شما مستدام بدارد. خب از مقدمه بگذریم. من غزلی رو که دیشب و
برای شما خواندم مجدداً می‌خوانم، و چون قرار است در این شبها من یک یا بیش از یک غزل را اگر میسر شد برای شما معنا بکنم تا دروازه های رو به روی دنیای معنوی مولانا باز کنیم، این غزل رو اختیار کردم. گرچه که این غزل بوی قربانی و بوی مرگ و بوی کشتن و اینها میدهد، اما یک درس مهم شما از مولانا باید بگیرید. توی این دنیا همه چیز حجاب و پرده چیز دیگری است. مرگ پرده زندگی است، رنج پرده راحت است، و فراق در واقع پوششی است بر وصال. اگر میخواید مولوی رو بفهمید باید این رو شما بدونید، همه چیز این عالم پرده است. اگر به ظاهر رنج می نماید، اگر به ظاهر تلخی می نماید، پرده است بر شیرینی، پرده است بر راحتی. اگر مرگ می نماید، پرده است بر زندگی. اگر زندگی می نماید، پرده است بر مرگ. یعنی در واقع مولانا به ما میگوید آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. میگه من اینو فهمیدم، این زندگی مرگ. در واقع ما وقتی که میمیریم تازه زنده میشیم، منتها قصه نزد ما عجیب شده است. ما فکر میکنیم این زندگی است و وقتی مردیم دیگه مردیم، اون مرگ است. ولی وقتی که شما این چشم رو عوض کنید، اصلا نگاهتون رو تو این عالم عوض کنید، رازها بر شما کشف خواهد شد، رازها بر شما کشف خواهد شد که خودتون تعجب میکنید که چطور این چیزا بود و من نمیدیدم، بود و من نمیدیدم. جهان اصلا از جنس حجاب است و کسی چون مولانا تمام همش این است که قدر این حجاب رو، این کف روی آب رو کنار بزنن. کف دریا صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. این آب پرصفا و زلال روش یک کف بلندی گرفته است. اگه میخوای به این آب برسی باید این کف رو کنار بزنی، و الا تا میبینی کف خواهی دید. چشم دریا دیگر است و کف دیگر. کف بهل و از دیده دریا نگر، با دیده دریابین به دریا نگاه کن، و الا کف پیش چشم تو خواهد بود و همه چیز رو، اون آب زلال رو از چشم تو نهان نگاه خواهد داشت. حالا وقتی که پیش بریم در این غزل، من این معنا رو برای شما آشکارتر خواهم کرد. این یکی از اون مدخلهای مهم به فهم جهان مولاناست که جهان ما جهانیست از جنس پرده. ما در واقع در عالم بزرگ زندگی میکنیم، اما این جهان کوچک حجاب اون عالم بزرگ شده است. ما در ابدیت زندگی میکنیم، اما این زمانی که بر ما میگذره شب و روز حجاب اون ابدیت شده است. ما در عالم ماوراء طبیعت زندگی میکنیم، اما این عالم طبیعت حجاب ماوراء طبیعت شده است. ما با خدا هم نشینیم، اما این صورتها حجاب خداوند شده است، حضور او رو نمیبینیم. تمام این عالم از جنس پوشش است، پرده است، حجاب است. خود مولانا میگوید که اگر نبودی عکس اون سرو سرور، کی بخوانده ایزدش دارالغرور. به خداوند این جهان رو دارالغرور خوانده. غرور میدونید به عربی یعنی فریب. این جهان اصلا جهان فریب است، یعنی یه جوری ساخته شده که شما رو گول میزنه، یک ساختار فریب آلودی دارد. حالا ممکنه شما از ما بپرسید که از بنده یا از مولانا بپرسید که خب چرا خدا این کارو کرده؟ اون سوالو از خدا بکنید. ولی البته مولانا جوابش رو هم داره، اگر رسیدیم برای شما خواهم گفت. ولی در این حال این راز رو کسی مثل مولوی بر ما فاش کرده که این جهان ساختارش، گلش، سرشتش از فریب است. به هر چیزی که شما نظر کنید باید بدونید یه چیزی دیگه زیرش پنهانه. او خودش رو حقیقت راحت و برهنه به شما نشان نمیده. هر چیزی رو که در این عالم طبیعت میبینید حجابی است بر چیز دیگری. حتی زبان ما، سخن گفتن ما، خود مولانا میگفت حرف من حجاب اون معانی واقعی است که در ذهن من است. کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچی که او یک دن هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک این حال است، قال خون به خون شستن محال آمد محال. میگه کاش که خود هستی حرفش رو میزن، چون هر وقت من درباره او حرف میزنم به جای اینکه رازی رو بگوشایم او رو رازآلودتر میکنم، به جای اینکه پرده ای رو بدرم پرده تازهی برو میکشم، و همینطور پرده ها افزونتر و افزونتر می شود و آدمی گمان می کند که به حقیقت رسیده، در حالی که از حقیقت دورتر شده است. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی حق است پشت، گو بدو
چندان که افزون میدود از مراد خود جداتر میشود. میگه آدم های متفکر و فیلسوف فکر میکنن با فلسفه تراشی به حقیقت نزدیکتر میشود، در واقع از حقیقت دورتر میشود. خودشون نمیدانن که فلسفه حجاب بر حقیقت است، علم حجاب بر حقیقت است. نکته بسیار مهمی است این و دیر در جان آدمی می نشیند. مولوی هم دیر اینو یافت، شما هم در کتاب مثنوی و دیوان شمس اینو دیر می فهمید که با یک چنین شخصی روبرو هستید که همه عالم رو حجاب می بینه و هر لحظه در مقام و در پی دریدن حجابی است و با این دریدن حجاب است که سخن او این همه دلنشین می گه. شما هر لحظه احساس می کنید که یک افق تازه‌ای در مقابل شما گشوده شد، یه پنجره تازه‌ای باز شد. و الا تا وقتی که شما در همین معارف متعارف هستید که در مدارس آموزش می‌یابید، شما در واقع دارید هی پرده‌های مضاعف بر خودتون می‌پوشانید و خودتون رو دورتر از حقیقت می‌کنید، ولی غرور یعنی فریبی که در عالم است به شما می‌گوید که شما به حقیقت نزدیک‌تر شدید. یه کمی دیگه بکاو، یه کمی دیگه تحلیل کن، یه کمی دیگه بشکاف، دیگه واقعیت خودش رو در اختیار شما قرار میده، در حالی که گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جداتر میشود. درست مثل کسیست که پشت به هدف میدود نه رو به هدف. هرچی تندتر بدوید و مغرور اون سرعت خودتون باشید، غافلید از این که دارید دورتر از هدف خودتون میشید. رو به هدف نیستید. به قول سعدی گفت پارسایان روی در مخلوق پشت بر قبله می کنن نماز. شما پشت به قبله بایستید، هر شب نماز بخونید و نمازاتون همه باطله و بیفاید است. گو بدو در دیوان شمس و در مثنوی یک چنین رفع حجابی صورت می گیره. این چیزیست که شما تو کتابای دیگه نمی بینید، پیدا نمی کنید. یه آدمیست که چشمش به یه اعماقی و به یه اسراری باز شده و توانسته باطنی رو در زیر ظاهر این عالم ببینه. ظاهر عالم که میگیم یعنی همه چیز که در این عالم میگذرد، هر چیزی که میگذرد، حتی علم، حتی دین. این که حافظ به ما میگوید که به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام، به دربانی به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت بنهانی. همین حرف رو میزنه دیگه. دینهای ظاهر پرستانه کفریست به صورت دین در آمده. به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانه ام، به دربانی به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت بنهانی. قسم میخورم به خاک پای میخارگان و صبوحی کشان که هر زاهد ظاهر پرستی در زیر خرقه خود کفری رو پنهان می داشت. یعنی حتی دین می تواند پرده کفر باشد، کفر هم می تواند پرده دین باشد. یعنی شما گاهی گفت در دل کفر آمده ام تا که به ایمان برسم. خود مولانا می گوید جهان یه جهان غریبیست، دارالغرور است. به هر چی شما نگاه کنید یک پرده است. حالا یکی از اون پرده ها رو مولانا توی این غزل کنار میزنه. مرگ پرده زندگی است و زندگی پرده مرگ است. این فرمول رو، این نکته رو، این حقیقت فاش شده رو در اختیار داشته باشید تا پیش بریم و غزل رو بهتر بفهمیم. دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. آن بلیس بی تبش فرصت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مکش از دست او گر می کشد تا می کشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان می دهد دلدارو پیدا می کشد. اون گمان ترسا برد
مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد. هر یکی عاشق چو منصورند خود را میکشند، غیر عاشق وانما کو خیش عمدا میکشد. صد تقاضا میکند هر روز مردم را، اجل عاشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. شمس تبریزی برآمد بر افق، چون آفتاب شمع‌های اختران را بی محابا میکشد. خب غزل رو ای کاش میتوانستیم تکثیر کنیم، در اختیار دوستان بگذاریم که وقتی من بیت به بیت پیش میرم شما هم بتونید بر صورت نوشته او نظر کنید و با به پای من پیش برد. باری از اینجا مولانا شروع میکند که ما دشمن خیشیم، ما عاشقان دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد. به دنبال کسی هستیم که ما را از دست خودمون نجات بدهد. در حقیقت خود ما پوششیست بر خود واقعی ما. این خود اکنونی ما و خود ظاهری ما پوششیست بر خود واقعی ما. به دنبال اون هستیم که یک کسی ما را از خودمون بگیرد و اون خود راستین ما رو آشکار کند و به ما بدهد. جهان جهان حجاب است. ما حتی خودمون حجاب خودمون. از حافظ یادتونه که تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. این حرف را حافظ از مولانا یاد گرفت. من نشان دادم که چه آموزه هایی از مولوی که در کلام مولانا، کلام حافظ نشسته است و چه بهره های عظیم او برده است. تمام یکی از آموزه های بزرگ مولانا چنان که گفتم این است، هر چیزی حجاب است، حتی خود ما حجاب خود ما است. و تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. دشمن خیشیم، نه اینکه دشمن خیشیم، دشمن این خود دروغینیم. دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم ما را موج دریا میکشد. این کدام دریاست که در حقیقت ما غرق او هستیم و امواج او میآیند تا ما رو بکشند؟ این دریا دریای عشق است و وقتی که شما غرق اون دریا شدید، او شما رو تصفیه میکنه، او شما رو پالایش میکنه، او شما رو میشوید. خود دروغینی رو که به منزله زنگار بر روی خود راستین شما نشسته است میزداید و میرباید و از شما میستاند و اونگاه هست که شما تجلی حقیقی خودتون رو پیدا میکنید و فاصله ای که میان شما و حقیقت هست یا حق هست از میان برداشته میشود. زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشند. این مرگ، مرگ بسیار شیرینی است. این مرگ تلخ نیست. مولوی بارها در این باره سخن گفته است، فراوان سخن گفته است. اگر 20 تا واژه یا مفهوم کلیدی شما در آثار مولانا چه در دیوان کبیر چه هم از پیدا کنید، یکی از آنها مفهوم مرگ و نیستی است. برای اینکه این امر کوچکی نیست. ما البته یاد گرفتیم که به مرگ نیندیشیم، او رو اصلا از زندگیمون بیرون کنیم، فکرش هم نکنیم و احساس کنیم یه حادثه تلخی است که بل اجبار به سر ما خواهد آمد. بهتر که ما اصلا فکرش رو نکنیم و او هم ما رو با خود خواهد برد. ما رو می رو باید، ما رو می دزدد، ما رو می برد، زندگی رو بر ما تلخ می کند، کام ما رو تلخ می کند، حیات ما رو میبرد. این نگاه خب نگاه عارفانه نیست. این نگاه خیلی طبیعتگرایانه است که اگر تا وقتی شما اینجوری نگاه کنید، البته حادثه به نام مرگ یک حادثه تلخ، یک حادثه‌ای که ای کاش نبود، یک حادثه بی‌معنا در این جهان انگاشته می‌شود. ولی مولوی در اون داستانی که در باب چینیان و رومیان می‌گوید، در پایان قصه میگوید مرگ کزوی جمله اندر وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. این مرگی که همه ازش وحشت دارن، اینا مسخرش میکنن، میگن این که چیزی نیست. ولی فقط ریشخند نیست، چیزی بالاتر از اون است، استقبال میکنند و شیرین میابند. چون ولی چرا؟ چون جان تو میستانی،
چون جان تو می ستانی جان پرور است مردن، حقا ز جان شیرین شیرین تر است مردن. این مرگ شیرین میشه چون شما جان رو به کسی میدهی که او رو از خودت جان تر میدانی، او رو جانان میشماری. و یا البته مرگ طبیعی، مرگی که به معنای سقط شدن است، البته تلخ است. به قول مولانا، هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبود. کسی که تو این دنیا با لذات و تنعم خو گرفته، مرگ براش تلخ البته. هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که تن را میپرستد جان نبود. جان نبود. مرگ برای کسی شیرینه که از اساس تن پرستی نمی کند و تن رو عین واقعیت نمیدونه، بلکه به عکس تن پوششی است بر واقعیت ما. واقعیت ما روح ماست. اصلا عالم روحانی است، همش روحانی است. این ماده پوششی است بر روح در کل این عالم. شما در نظر بگیرید جهان رو به صورت یه دریای، در تمام عالم رو، یونیورس رو به صورت یه دریای در نظر بگیرید، پر از آب. فقط یک کفی روی اون نشسته است. این کف رو کنار بذارید، همه جا آب است. یک کفی از ماده روی روح رو گرفته است در سراسر عالم. این ماده که بره کنار، شما میگید زیر پای ما و در باطن این عالم یک دریای عمیق از آب وجود دارد. ما فکر میکنیم عالم در اصل مادی است، طبیعی است. روح حالا آیا باشد آیا نباشد، نگاه عارفانه ما اصلا اینطوری نیست. عالم روحانی است، همه چیز شعور دارد، همه چیز روح دارد. یه پوسته از ماده روی این عالم رو گرفته است که حجاب اون حقیقت است. همچنان که برای شما گفتم، ما اصلا توی ماوراء طبیعت زندگی میکنیم. این طبیعت یه پوسته است رو ماوراء طبیعت. ما در ابدیت زندگی میکنیم. ما اصلا از وقتی که به دنیا آمدیم دیگه وارد ابدیت شدیم، دیگه هم از بین نخواهیم رفت. لا زمانیم ما، لا مکانیم، همه این اوصاف برای ما حاصل شده است. اما چه کنیم که این زندگی محدود و حقیری که ما داریم حجابی شده بر این لایتناهایی که ما در او زندگی میکنیم. این با نهایت حجاب بی نهایت شده است بر این عالم. نمیبینیم، نمیفهمیم، نمیشنویم، باور هم نمیکنیم. بعضیا هم به اسم علم به خورد ما میدهند که نه، حقیقت همین حقیقت کوچکی است که ما با چشممون میبینیم و دستمون لمس میکنیم. مرگ در واقع شما حالا از نگاه مولوی ببینید، پیوستن به اون واقعیت لایتناهاییست که ما الان هم در دل او داریم زندگی میکنیم و از او غافلیم و محجوبیم. وقتی که این حجاب برداشته بشه و آدم به اصل خودش به پیونده، چرا باید تلخ باشه؟ سراسر شیرینیه. آن ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. یک شکلاتی تو دهن ما میگذاره و بعد ما میبینیم که اصلا تو یه عالم دیگری هستیم، سراسر شیرینی و پاکی. به همین سبب هم هست که ما استقبال میکنیم. ولی من این رو میخوام شما بگم، اینجا مولانا قصهش و بحثی سر مردن نیست، این معنی که انسان واقعا نفسش بند بیاد و قلبش از حرکت بیسته، منظورش این نیست. حالا خواهد گفت، عاشق یعنی شخص از وقتی عاشق میشه میمیره. اون مرگ اینجا محل نظر مولاناست. خواهید دید که بعدن هم توضیح میده که نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا بیکشد. اصلا ما یه مرگی داریم که به دست عزرائیل حضرت ملک الموت، مرگیست طبیعی که همه مبتلاش میشن، ولی یه مرگ دیگه ای داریم که عزرائیل اونجا اصلا کاری نداره. در حقیقت مولانا میخواد به ما بگه که عزرائیل برای عامه مردم است. در وقتی که عاشقی، عارفی، ولیی از اولیای خدا میمیره، مرگ او جان ستاندن به دست عزرائیل نیست. مرگ او در واقع تحولی است که در او پیدا میشه، ولو اینکه همچنان به لحاظ بدنی و طبیعی زنده باشد. این اون نکته است که در اینجا محل نظر مولاناست. بعد ببینید نکته بعدی مولانا میگه، اون خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. من این بیت رو بارها برای توضیح اینکه معنی واقعی قربانی و عید قربان چیست خواندم.
از نظر مولوی اصلا تنها عید عید قربانه، هیچ عید دیگه ای نمیشناسه. یه وقتی که ابراهیم قربانی کرد یا همت گماشت بر قربانی کردن اسماعیل، اصلا عید قربان از اونجا متولد شد. یه عیدی ما داریم که در اون عید کسی حاضر از عزیزترین چیز خود را دست بدهد یا جان خود رو بیفشاند. از اینجا عید آغاز می شود، عید قربانی. و وقتی هم که گوسفندی رو قربان می کنن، نمادی سمبولیست از این جان دادن و خود رو فدا کردن و گذشت کردن از خیشتن. می دانید که در روایات هست، در روایات اسلامی که مخصوصا در حج وقتی می خواهید قربانی بکنید، قربانی فربهی اختیار بکنید. یک شتر یا گوسفند یا گاو خیلی چاق و فربه و گرانی رو بخرید و قربانی کنید، ثوابش بیشتر است. چرا؟ مثل هدیه بردن دیگه، مثل تحفه بردن است. شما وقتی که به منزل دوستتون میرید هدیه میبرید، یه کیلو سیب زمینی که نمیخرید ببرید. این هدایای ارزان که هدیه مسخره محسوب میشه، برای رفع تکلیف هم که این کار رو نمی کنید. هرچی بیشتر دوست داشته باشید او رو هدیه گرانبهاتری برای او میبرید. این قربانی کردن همینه، یعنی شما حالا جانتون رو نمیدید، خونتون رو نمیدید، دیگری فدای شما میشود، خون او رو میریزید، ولی در همون جا هم باید بکوشید که قربانی فربهی و گرانبهایی عرضه کنید. من یادمه که سال 1360 که به حج رفته بودم، کسی میرفت که قربانی بکنه، من به او پول دادم، گفتم که گوسفندی هم برای من بخر و قربانی کن. منتها پول بیشتری دادم، گفتم که یک گوسفند فربهی بخر. قبول نکرد، گفت نه شما بقیه پولتو میگه از برو ایران بده فقرا. گفتم من در ایران به فقرا هم میدم، ولی شما اینجا گوش نکرد و نکرد. اصلا لطف این معنا رو نمیفهمید که این که قربانی فربهی آدم، یعنی هدیه فربه و گرانبهایی باید به محبوب عرضه کنه، یه حرف دیگری است، یک نگاه دیگری است. قصه این نیست که حالا گوشت گوسفند خوب، گوشت گوسفند خوب البته از بین میره، یا حالا کسی هم میخوره داره و میخوره. اینا اصلا فروعات مسئله است. ببینید مولوی در اینجا به همین اشاره داره، میگه ما که نهایتاً میخوایم خودمون رو قربانی محبوب بکنیم، بعد خودمون رو فربهتر بکنیم، خیش فربه مینماییم. قربانی لاغر به کار محبوب نمیاد. چجوری شما خودتون رو میتونه فربه کنی؟ یه موجود کمال یافته، رشد یافته، مهذب، آراسته به همه اوصاف حمیده، این قربانی فربهی است که بعد به درگاه خداوند بود. خیش فربه مینمایی از پی قربان عید. عید ما همون وقتی است که این قربانی صورت میگیره و ما هم میکوشیم که برای اون روز هر چه آماده تر باشیم، هر چرا که میتوانیم کسب کنیم تا بر فربهی روح ما بیفزایت کسب کنیم و اونگاه خودمون رو عرضه کنیم و گرانترین چیزهایی رو که میتوانیم در اختیار او بگذاریم. شما اگر یه موجودی باشید بی بهره از اختیار، بی بهره از بینش، چون ببینید اون عنصرهای مقدم انسانیت انسان اینها هستند، بی بهره از عقلانیت کافی و درک کافی، خب به قول مولوی سید لاغری هستید. اما وقتی که فرد بهتر شدید، اونگاه هست که میتوان شما رو عرضه کرد یا میتوان خود رو عرضه کرد. کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد، آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. حالا به این قصه شما نگاه کنید. یکی از شاعران ما که حافظ باشه به ماجرای خلقت نگاه های خاصی داشته و من همیشه در سخنانم گفتم که حافظ شاعر گناه شناس ما بود، که اصلا اون گناهی که آدم کرد که از میوه ممنوعه خورد و اون گناهی که شیطان کرد که به فرمان خدا گوش نکرد و به آدم سجده نبود، در واقع اساس خلقت همینا بودن. اونا باعث شدن که ما بیاییم اینجا روی زمین و این زندگی پرنشیب و فراز و پررنج و زحمت رو آغاز بکنیم. کاش که شیطان سجده کرده بود و شیطان نمیشد که شیطنت بکنیم، بیاد ما رو فریب بده و گول بزن. کاش که آدم از اون میوه ممنوع نخورده بود و همیشه توی بهشت مانده بود،
ولی به هر حال مصلحت این بود، تقدیر این بود، هر چی که بود اینا این دوتا گناه رو کردن که باید میکردن و موجب شدن که نسل بشر آغاز بشود، ما زندگیمون رو بر روی زمین آغاز کنیم و دست شیطان هم در فریفتن ما باز بشود. و عجیب این است که این شیطان، شیطان فریبکار، وقتی از خداوند مهلت خواست، خدا هم زودی بهش داد، اصلا چونه چرا هم نکرد، تا گفت که خدا یا انذرنی الی یوم یبعثون، این قصه فقط در قرآن، در بایبل نیست، گفت مرا تا روز قیامت مهلت بده، گفت باشه تا روز قیامت مهلت بده و همین راحتی، هیچ چونه هم نزد. قصه گناهش بیشتر مورد توجه حافظ قرار گرفت، خیلی زیاد، و اینکه گناه یک نقشی تو ساختار خلقت و ساختار عالم داره و شریعت بی گناه نمیتونه زندگی بکنه. ماها فرشته نیستیم. به طور بسیار خلاصه، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی ما اگر گناه نکنیم فرزندان ناخلف آدمیم، چون آدم هم گناه کردیم. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. وقتی که آدم ابوالبشر به گناه مبتلا شد، ما چگونه میتونیم ادعا کنیم که ما لغزش نخواهیم کرد و ما معصوم خواهیم بود و دچار گناه نخواهیم. در واقع درس تواضع هم به ما میده. و اینکه آغاز خلقت چگونه بوده، داستان مفصلی است. از این قصه نصیب حافظ اون بوده، اما نصیب مولانا چیز دیگر است. هم در اینجا این رو گفته است، هم در این غزل که و این بیت که اکنون خواندم، و هم در مثنوی به او اشاره کرد. ببینید در اینجا میگه اون بلیس بی تبش، تبش یعنی تابش یعنی نور، اون ابلیس ظلمانی و تاریک و بی تابش آمد و از خدا مهلت خواست، گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. نمی دونست که این مهلت عین مرگ اوست. چرا؟ برای اینکه اونچنان که در مثنوی آورده، زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. یه وقتی که خداوند شیطان را لعنت کرد و گفت که دور شو از درگاه من، این هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. گفت انذرنی الی یوم الجزا، کاشکی گفتی که تو بیا ربنا. گفت اونجا شاید همین تأثیر لعنت بود که این نفهمید از خدا چی بخواد. کاش که میگفت خدای توبه کردم، این کارو نکرد. گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت. نمیدونست که این مهلت دادن معناش این است که بر شیطنت او و بر خباثت او و بر بعد و دوری از او از خدا خواهد افزود. او این رو نمی فهمید، حالش نبود و کاشکی به خدا می گفت خدایا مرو از شیطان بودن نجات بده. می گوید که کاغ و نعره زاغ سیاه دائما باشد به گیتی عمر خواه. مشهور است که کلاغ زاغ سرگین خار است، پلیدی نجاست می خوره. و مشهور است که زاغ عمر بلندی داره. مولوی میگوید که این زاغ وقتی که از خدا عمر بلند میخواد، معناش اینه که بیشتر نجاست بخوره، معنی دیگری نداره. اگر میخواد یه دعای خوبی در حق خودش بکنه، اینه که چی؟ گویدی که از زاغیم تو وارهان، خدایا مرا از این زاغ بودن نجات بده، نه اینکه عمر درازتر به من بده تا من نجاست خاری بیشتر بکنم. نکته رو خوب نظر میکنید، چقدر نکته نیکویی است. حالا اون بیتش هم بخوانم، بالاخره مولاناست دیگه، از این شعرها هم داره دیگه. میگه که زاغ در واقع به خداوند میگه عمر بیشم ده که تا گه میخورم، مهل محزون کن که واپستر روم، گر نه گه خار است اون گند دهان، گویدی که زاغی هم تو وارهان. اگر این بلا سرش نیامده بود، میگفت خدای از زاغ بودن منو نجات بده که دیگه نجاست خاری نکنم. همون تعبیری که ما تو فارسی داریم، میگیم توبه گرگ مرگه.
یعنی گرگ اگه بخواد گرگ نباشه باید بگه خدای منو بکش، گرگی در میان نماند، و الا مادامی که ماهیت گرگی هست صفات و عوارضش هم هست. آن بلیس بیت، مرگ در واقع دوری از خداوند است. این خلاصه مطلب است. اون مرگ مذموم این است، میگه که شیطان دیریست که مرده است و خدا او رو کشته و جانش رو گرفته، ولی خودش فکر میکنه زنده است. اون بلیس بیتبش، یه توضیحی هم اینجا بدم. ببینید ما در قرآن داریم که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، کسانی که کافرند ولیشون طاغوت هست و کار طاغوت این است که اونها رو از نور به سوی ظلمت میبرند. از نور به سوی ظلمت بردن همین مفهومی است که اینجا مولوی میگه. ابلیسی که در ظلمت است، بیتابش است، نور است. در زبان انگلیسی میدونید کلمه لوسیفر به معنای شیطان است، معنای ابلیس است. میدونید یعنی چی؟ لوسی، لوکس یعنی نور، تام با هم ریشه است با اون کلمه روز در فارسی، لوکس یا لایت یا لیخت به آلمانی یا لومیه به فرانسه. لوکس یعنی نور و فر به لاتینی یعنی بردن. لوسیفر یعنی کسی که نور رو میرباید و میبرد. این دقیقا مفهوم ابلیس بیتبش است، شیطان بی نور، شیطان رباینده نور، ظلمت آور و ظلمت آفرین. این شیطان ظلمت زده و زداینده نور از خداوند خواهش کرد که به او مهلت بده. در واقع میگه خدا هم با طعنه و ریشخند یه مهلتی به او داد که از همون لحظه مهلت او از میان رفت. مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد، برای اینکه عمری رو در پیش گرفت در فراق حق و در غیاب او و بدون او و خالی از حضور حضرت حق. خب نکته بعد، شعر بعد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد. نوبت پیشین هم براتون گفتم که این قربانی شدن اسماعیل وار چیزی بود که مولانا تجربه کرد در دست شمس و خودش اون را آزمود، قربانی شد. در حقیقت ابراهیم مولانا همون شمس بود و مولانا اسماعیل بود در دست او که حاضر به کشته شدن بود اما کشته نشد، به حیات مجدد. این تجربه برای مولانا ماند. به ابراهیم هم همینطور نظر میکرد چنان که گفتم و به اسماعیل. به همین دلیل هم هست که حتی به اسماعیلیان مولانا حرمت میناد. اسماعیلیه که کارهای انتحاری میکردن، چنان که من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از کنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. میگه من مثل اسماعیلی ها بی هزرم، یعنی پروای از مرگ ندارم، بلکه مثل اسماعیل آزادم ز سر. این اسماعیل و ابراهیم دو تا الگوی فوق العاده دلربا برای مولانا بودن و چنان که برای شما گفتم سراپای عمرش بعد از ملاقات باشم شیفته اینها بود که اینا چه کردند و حقیقتا در روح ابراهیم و اسماعیل چه میگذشت که تن به اون حرکت نادر دادن که از هر طرف شما دربارش فکر کنید به مشکل برخورد میکنید، به بنبست اخلاقی میرسید. اما این رو میپسندید چون در او مفهوم قربانی نهفته بود. به شما هم به همه عاشقان هم این رو میگوید که باید اسماعیل باشن. حالا اگر 100% اسماعیل نمیشن که جان خودشون رو فدا کنن، چیزی رو باید فدا کنن. بدون فدا کردن هیچ کس به هیچ جا نمیرسد. خلاصه مطلب این است. چیزی رو باید فدا کنن که در حکم اسماعیل اونهاست. اگر نه در حکم اسماعیل اونهاست، چیزی کمتر از اسماعیل، ولو یه انگشتری از اسماعیل، ولو یه انگشتی از اسماعیل، اما بدون فدا کردن، بدون وارد قربانی شدن، عید قربان بر شما طالع نخواهد شد و شما نه پیرو ابراهیم خواهید بود نه پیرو اسماعیل و نه پیرو پیامبر اسلام که می گفت پیرو ابراهیم است. از ابراهیمیت و ببینید خیلی مهمه دیگه. ما در سنن شرعی داریم میگن که از ابراهیم چند تا چیز مانده است در دین اسلام. یکی ختنه کردن است،
یکی گوشت مرده نخوردن است، یکی شراب نخوردن است. بسیار خوب، مولوی که فرافقهی می اندیشید دیگه وارد این که ختنه کردن و شراب نخوردن از اینا عبور کرده بود. گفت ابراهیمی زندگی کردن، یعنی اسماعیل رو قربان کردن، این روح ابراهیمیت است، این حقیقت مذهب حنیفیتی است که ابراهیم برای ما به جا نهاد و هم در موسویت و هم در عیسویت و هم در اینها جاری است. یعنی شما چه یهودی بشوید، کلیمی بشوید، چه عیسوی بشوید، چه محمدی بشوید، ابراهیمی هستید. گر شود موسی بیا موسم یهودی را تمام، ور شود عیسی بگیرم ملت تسایه، برای من فرقی نمی کنه، مادامی که قربانی کردن در راه است. و ابراهیمیت به این معنای فدا کردن اسماعیل در آنجا حاضر است. فرمانی که به عاشقان میدهد میگه در مدزد از وی گلو، گر میکشد تا میکشد. نیست ازرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. در اینجا دیگه سخن خودش رو، یعنی اون راز رو دیگه داره آشکار میکنه، چون در پایان غزل هم باز به همین نکته اشاره میکنه. بی ازرائیل جان ما رو نمیده. این نکته رو چند بار مولوی در مثنوی گفته و در دیوانش هم میگه، از اون حرفایی که شما از هیچ کسی دیگری نمیشنوید، بنده ندیدم هیچ کسی دیگه. مکتب خیلی جالبی است. در واقع میخواد به ما بگه که جان ستانها متفاوتند. فرودست‌ترین، پست‌ترین نوع جان دادن اونیست که ازرائیل جان آدم رو میگه، ولی ما جان دادنهای نوع دیگری هم داریم و بالاترینش اونجاییست که معشوق شما بیاد جان شما رو بگیره. بالاترینش اونجاست که شما جانتون رو دو دستی تسلیم معشوقتون بکنید. اونجا در حقیقت مرگ واقعی و شیرین رخ میدهد. در مثنوی بارها مولوی داستانهای نقل میکنه که همین رو میخواد بگه، منتها زیر حجاب نکته های دیگه پنهان مانده است. داستان اون عاشقی رو نقل میکنه که پیش معشوقش نشسته بود و تعریف میکرد، به یه اعتبارم شاید منت مینهاد بر معشوقش، میگفت من همه کار برای تو کردم، هیچ صبح هم خفته یا خندان نیامد، هیچ شامم با سر و سامان نیامد، مال رفت و زور رفت و نام رفت، بر من از عشقت بسی ناکام رفت، خیلی ناکامی کشیدم، رنج کشیدم و یک روز صبح نبود که من خندان از خواب برخیزم، یک شب نبود، سر شب نبود که من سر و سامانی داشته باشم، زندگی مرتبی داشته باشم. معشوقش همه اینها رو شنید و گفت اینا قبول، این همه کردی قبول، نمردی زنده ای، هین بمیر ار یار جان بازنده. گفت ولی یه کار مهم، نه تو هنوز زنده ای نمیشد. این که نشد عاشقی که، این همه کردی نمردی زنده ای، این بمیر ار یار جان بازنده ای، تا نمیری نیست جان دادن تمام، بی کمال نردبان نایی به با. گفت یه پله از این نردبان مونده، تا از این پله نگذری به بام نمیرسی، به بام نمیرسی، هنوز نرسیدی به اونجا. این درست همون چیزیست که کسی مثل مولوی میگه، در واقع شما زنده ای اما مرده ای. زنده ای یعنی حیات بدنی دارید، اما روح شما یه جای دیگه است، در یه عالم دیگه زندگی میکنه. این همون مردن است، چون معنی مردن اینه که روح ما به یه عالم دیگری بره. ممکنه هنوزم تعلق به بدن شما، هنوزم بین مردم شما زندگی کنید، اما روحتون معلق و متعلق به یک عالم دیگری است. اینجاست که عزرائیل جان شما رو نگرفته، شما زنده ای. در پایان این غزل میگه بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، بگم راز مرگ عاشقان رو، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. منکران نمیتونن باور، این یه جور جان دادن دیگریست، چون جان تو میستانی جان پرور است مردن، حقا ز جان شیرین شیرین تر است مردن. این یه جور جان دادن دیگریست. اینجاییست که شما تو دستی تعارف میکنید، اینجاییست که شما به یک معنای دیگری وفات کردید و مرگ رو پذیرفتید، این قربانی کردن است. اینجا عزرائیل با شما کاری نداره، برای اینکه عزرائیل
جون کسانی رو میگیره که خودشون نمیخوان جون بدن، به زور میاد ازشون جونشون رو میگیره، تازه جان دیگری هم به اونا نمیبخشه، میمیرن، از دنیا میرن، بیرحمی میکند با اونا. داستان خیلی خوبی داره مولوی در مثنوی در دفتر پنجم گویا، میگوید که خداوند 4 تا ملک مقرب خودش رو، جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل رو صدا زد، یکی یکی اینا رو فرستاد، گفت برین زمین یه قطعه خاک از زمین بکنید و بیارید پیش من. اول جبرئیل آمد و بعد اسرافیل، بعد میکائیل، این 3 ملک که آمدن، همین که اومدن قدری از خاک زمین بکنن و بردارن، زمین شروع به تضرع و زاری کرد و پاره تن منو نکنید، چنین چنان اونقدر گریه کرد، اینا دلشون به رحم آمد، برگشتن پیش خدا و گفتن نتونستیم. بعد 4 اسرائیل بود که خدا فرستاد، این اومد و اون چه زمین تضرع کرد گوش نکرد، گفت فرمان خداست و کند و برد. وقتی این کار کرد خدا گفت ها تو حالا بهت میتونم مأموریت قبض روح بندگانم رو بدم، چون تو از اون دل رحمایی نیستی که تا تضرع بکنن مأموریتت رو فراموش بکنی، تو میتونی. البته اونجا اسرائیل هم اینا همه حرف مولانا است، در واقع همه حرف اسرائیل هم البته همینطور نایستاد، گفت قبول، ولی به هر حال این پا اون پا کرد و گفت ولی خدایا من رو میان مخلوقات خودت بدنام میکنی، همه میگن این جون ما رو میگیره، این چه ملک بیرحمیه، این عزیزان ما رو از دست ما برمیداره میبره، همه به من نفرت میفرستن، منفور عالمیان میشن. خداوند بهش گفت نه، من فکر اونم کردم، من یه چیزای خلق میکنم، میکروبها، ویروسها، مرضها و امثال اینا که مردم مرگ رو به اونا نسبت میدن، به تو نسبت نمیدن، میگن این یکی زیر ماشین رفت مرد، اون یکی سرطان گرفت، اون یکی سکته قلبی کرد، اون یکی چطور شد، کسی نمیگه اسرائیل جونش گرفت. اسرائیل هم باز کم نیاورد، به خداوند گفت که ولی خدایا تو بندگانی داری که این وسائط رو نمیبینن، اونو که کار اصلی به دستشه میبینن، اونا بالاخره نفرتشون رو من میفرستن. خداوندم گفت اون بندگانی که وسائط رو نمیبینن تو رو هم نمیبینن، همه اینا رو مستقیما به من نسبت میدن، ناراحت نباش، برو کارتو بکن. این اسرائیلی که سرچشمه مأموریتش بیرحمی و سخت سریست، این برای گرفتن جان کسانی است که به جانشون سخت چسبیدن که باید بکنه و جدا بکنه و مرگشون تلخ است، ولی این مرگ طبیعی و مرگ بدنی است، اینا اصلا به محل بحث نیست، اون به هر حال هر کسی وقتش بیاد عجل مقدر است، باید بذاره و بره، ما برای موندن که نیامدیم، برای رفتن آمدیم، ولی ماندگاریم، ما در ابدیتی از بین نمیریم. ولی یک جان دادن دیگری داریم که کسی نمیاد جون شما رو بگیره، اصلا شما خودت میدی، دو دستی میدی، با نهایت شیرینی و تمایل و اشتیاق میدی، برای اینکه جان نمیدی، جان میستانی، زنده تر میشی. همون که در دفتر سوم مثنوی مولانا میگوید که آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است، او 200 جان دارد از نور خدا، وان 200 را میکند هر دم فدا، و از این طریق جان بیشتری پیدا میکند. این همون نکته است که مولانا در اینجا داره برای ما میگه. بعد میگه کشتگان نعر زنان یا لیت قومی علمون، خفیه صد جان میدهد دلدار و پیدا میکشد. یا لیت قومی علمون یکی از آیات سوره یاسین است، چنان که میدانید در اونجا وقتی که یک منذری بیمتحندهی آمده بود به سوی قومی و سخنش رو نپذیرفتن و او رو کشتن، وقتی که کشته شد و بعد دید درهای رحمت الهی به روی او باز شد، از اون عالم، از اون عالم ماورا ندا می زد، می گفت ای کاش مردم قوم من می دانستند که این طرف چه خبر است، می دانستند که من اونها رو وعده به چه جهانی دادم، به چه بهشتی دادم، ای کاش پس پرده رو می دانستند و خبرهایی رو که من داده بودن با یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی و جعلنی من المکرمین، ای کاش این کرامتی رو که خدا در حق من کرد میدیدند و میفهمیدند. مولوی همین رو اینجا مورد استفاده قرار داده، میگه کشتگان راه عشق
همشون این ذکر بر زبانشونه که یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم میدونستن که چه حیاتی در این مرگ نهفته است. خفیه یعنی نهانی، صد جان میدهد دلدارو پیدا میکشد. ظاهرا میکشه اما در نهان صد جان به شما میبخشد. اون گمان ترس آورد، مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد. مولوی چند بار با مسیحیان درگیر شده در مثنوی و در دیوان شمس. مولوی مسیحیان رو خیلی میپسندید و با پاره از راهبان مسیحی حتی نشست و برخاست داشت، برعکس یهودیان که ظاهرن از اونها خوشش نمی اومد. ذکر نیکوی از اونها در کلماتش نیاورده، ولی از ترسایان چرا؟ ترسا می دونید ترجمه کلمه راهب هسته، راهب یعنی کسی که می ترسد. در فارسی قبلا نویسندگان ما کمتر عنوان مسیحی رو به کار می بردن، یا نصارا به کار می بردن، یعنی ساکنان شهر نازارت، همون جایی که عیسی به دنیا آمد و تعبیر قرآنی است، و یا ترسا که ترجمه کلمه راهب است. و راهب کسانی بودن که رهبانیت پیشه کرده بودن، یعنی در صومعه ها و معمولا دور از شهرها و در کوه ها زندگی میکردند و عبادت میکردند و این رو شکل راستین مسیحیت میدانستند. اتفاقا قرآن هم بر این شیوه اونها صحه میذاره. در پایان سوره حدید هست که رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. رهبانیت رو خودشون اختراع کردند و ابداع کردند، ما بر اونها واجب نکرده بودیم. ولی اون رو هم با نیت خیر انجام دادن، ابتغاء رضوان الله برای رضوان خدا کردن. اما ما رعوها حق رعایتها، متاسفانه آدابش رو اونچنان که باید مراعات نکردن. پیامبر اسلام که میدونید اصلا مخالف روحانیت بود و اینکه کنارگیری، ترک دنیا اینها رو نمیپسندید. روایت مشهوری از پیامبر اسلام هست که روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، روحانیت امت من نشستن در مسجد است، یعنی اجتماع، یعنی رفتن در نه دور شدن و کنار گرفتن و به صومعه ها و کوه ها و غار ها پناه بردن. اون رو ایشون نمیپسندید و به قول مولانا گفت مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. اون ترسا معناش اینه، خلاصه کلمه ایست که از راهب آمده است و بر وجه غالب زندگی راهبانه دلالت داره. مولوی میگه که ترسایان معتقدند که عیسی رو بر دار زدند. در مثنوی خب عقیده اسلامی این است که طور نیست، اونم اونجا مولانا هم همین نکته رو میگوید که جهل ترسابین امان انگیخته از خداوندی که شد آویخته، چون دل اون شاهزیشان خون بود اسمته و انتفیهم چون بود. میگه این از جهالت ترسایان است که میگن خدا آویخته شد، یعنی عیسی رو بردار دادن، بر صلیب بودن. به هر حال این عقیده رو نداره. در اینجا از طریق دیگری همین مطلب رو بیان میکنه، میگه اون گمان ترسا برد، مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا. چلیپا یعنی صلیب. میگه مؤمنان راستین همچی اعتقادی ندارن، اصلا نمیتونن قبول کنن که خدا عاشق خودش رو میکشه. این کشتن که در اینجا مولوی داره به کار، یعنی همون کشتن تلخ، همون کشتنی که در انجیل ما داریم که عیسی بر صلیب که رفت، و این یکی از سخنان غریبی است که در تکست مسیحیت آمده است. عیسی هنگامی که بر صلیب بود و خون از بدن او رفته بود و به حالت احتضار افتاده بود، آخرین نفسها رو میکشید، اونجا گفتش که خدایا چرا من رو ول کردی، چرا من رو رها کردی. God was have you forsaken me. این تلخ ترین حالتی است که برای ولی خدا بگذرد. در واقع این مرگ، اون مرگی است که مولوی میگه به چنین مرگی خدا بنده خودش رو نمیکشه، عاشق خودش رو نمیکشه. صد خنجر بزنند، صد بار او رو بر دار بیاویزند، اون کشتن نیست، اون مرگ تلخ نیست. مرگ ترخونه که در یه لحظه شما حس کنی او تو رو رها کرده، دیگه ترکت کرده. و این حالتیست که اگر حقیقت داشته باشه اونچنان که انجیل آورده،
به گمان من مرگ تلخ عیسی اگر رخ داده باشه اونه. بلا بر صلیب رفتن خب البته سخته، اما برای ولی یا عاشق خداوند اون مرگ سخت نیست. امام حسین هم به همون شیوه کشته شد. حالا چون شب تاسوعا هم هستیم، من این به یادم آمد اینجا عرض بکنم، امام حسین چنان که روایات نوشتن هنگامی که زخمی شده بود و بر زمین افتاده بود، هیچ وقت نگفت خدایا چرا من رو ترک کردی، گفت خدایا من به رضای تو راضیم. چقدر تفاوت است بین این مرگ که همون است که مولانا میگه شیرین میمیرد، شیرین با رضایت میمیرد، و اون مرگ تلخی که بی رضایت میمیرد، احساس میکند که معشوق رو رها کرده، دور افتاده و او رو وانهادند. این اونیست که مولوی میگه اون گمان ترسا برد، ترسایان چنین گمانی رو آورده اند و شایع کرده اند که خدا مسیح خودش رو بر چلیپا کشت، یعنی او رو رها کرد، یعنی او رو وانهاد، یعنی اون مرگ تلخ رو نصیب او کرد. مؤمن ندارد اون گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. من احتمال قوی می دم که مولوی از اون نکته انجیلی آگاه بوده و به اون سبب است که، و الا این که بندگان خدا هم کشته می شوند در راه خدا، این چیزی نیست که مولوی به خود انکارش بکنه و قابل انکار باشد. خب ما فراوان داشتیم شهدایی که در راه حق شهید شدن، هم در اسلام هم در ادیان ما قبل اسلام. اما اون مرگی که اگر راست باشه اونچنان که انجیل میگه، اون مرگ رو نمیشه باور کرد. اون مرگ تلخیست که بندهی در حد عیسی پیامبر اولوالعزم خداوند در لحظات پایانی عمر خودش ناگهان گرفتار این تردید شخصیت شکن بشود که گویی خدایی نیست، یا اگر هست او رو رها کرده و او رو وانهاده و رشته محبتش رو با او بریده. این تلخترین نحوه مردن است. اگر اون غزل زیبای مولوی رو به یاد داشته باشید، این حرف رو در اونجا کاملا متجلی میبینید. خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را نالان و سرگردان مکن، این تناب خیمه را بر مکسلان، خیمه توست آخری سلطان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، گرچه دزدان خصم روز روشنند، هرچه میخواهد دل ایشان مکن. و بیت آخر این غزل، نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. این اون قول قاطع مولاناست در این باب که هجران و دوچار هجران معشوق شدن تلخترین اتفاقی است که برای یک عاشق میتواند بیفتد. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را بزن، از فراق تلخ میگویی سخن، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. در مثنوی سی و اون دیگری در دیوان شمس، نیست در عالم ز هجران تلخ تر، هرچه خواهی کن ولی کن آن مکن. این هجران همون مرگ است، همون بعد و مهلتی است که خداوند به شیطان داد، که مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. این همون است که اگر کسی مبتلا به او شد، مرگ حقیقی روح او و وجود او در رسیده است. آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خیشتن را بر چلیپا می کشد. یک مؤمن واقعی هیچ وقت همچی فکری نمی کنه. هر یکی عاشق تو منصورند، منصور حلاج منظورشه، هر یکی عاشق تو منصورند، خود را می کشند، غیر عاشق وانما کوخیش اندام میکشد. یه نفر غیر عاشق به من نشونه که خواستار مرگ باشه. صد تقاضا میکند هر روز مردم را، اجل عاشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد. این لازم نیست مرگ به سراغش بده، او به سراغ مرگ میده. مرگ عاشقانه که چنان که گفتم یعنی جان رو تسلیم دوست کردم. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صحرا می کشد. سر مرگ عاشقان رو اینجا بیان کرد در واقع مولانا و رازی رو در اینجا برای ما فاش کرد.
خب این غزل به پایان رسید. من امیدوارم که این راز فاش شده که مرگ پرده حیات است، این برای شما آشکار شده باشد و بعد بتوانید این رو به امور دیگر تأمین بدیم، چون که ما این شبها در کنار آفتابیم و میهمان آفتابیم، بلکه آفتاب رو هم به مهمانی خودمون دعوت کردیم و آوردیم. بگذارید که در پایان این بحث امشب این غزل زیبای مولانا رو هم براتون بخوانم و سخن رو به پایان ببریم. ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم، دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم. گرز درد هجر او داغیست بر دلهای ما، زافتاب روی او اون درد را درمان کنیم. اون سر زلفش که بازی می کند در دست باد، میل آن دارد که ما دل را در او پیچان کنیم. او به آزار دل ما هرچه خواهد آن کند، ما به فرمان دل او هرچه گوید آن کنیم. این کنیم و صد چنین و منتش بر جان ماست، عقل و جان خدمت دهیم و خدمت جانان کنیم. گر عجبهای جهان حیران شود در ما، رواست که چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم. نیمه ای گفتیم و باقی نیم کاران پی برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بسیار خوب، بخش دوم جلسه امشب را آغاز میکنیم. مانند دیشب حدود نیم ساعت برای پرسش و پاسخ وقت داریم. این سوالی دارم از آقای دکتر. اول به گفته مولانا که شما اشاره کردید، نور خواهی رو فرمودید و اینکه این بنیاد صبح وردی که انشاءالله این نام برکت داشت.